عشق می‌ورزم و امید که این فن شریف چون هنرهای دیگر موجب حرمان نشود. من در تمام عمرم معلم بودم، حتی موقعی که در زندان بودم و یا در جاهای دیگه. کلاسی که من درس می‌دادم معمولاً کمی بیشتر از 10 نفر شاگرد داشت، ولی بعد از یکی دو جلسه شاگردهای اون کلاس به قدری زیاد شد که مجبور می‌شدیم در سالن بریم تشکیل بدیم. این شاگردها شاگرد اون کلاس نبودن، بابت نمره یا چیزی نمی اومدن، فقط خوششون می اومد از تدریسی که درباره تاریخ علم بود. کیفیت برکناری صحبت کردی، در صورتی که منظور من کیفیت انتخاب بود نه کیفیت برکناری. شما کیفیت برکناری گفتی. این 4 نفر، 4 عضو، 4 عنصر، ایمان، علم، اخلاق، فرهنگ، در 4 خط موازی حرکت میکنه.
لزومی نداره بگی مرگ بر مرگ بر. این ضعیف هستی که داری فوش میدی. اگر قوی باشی این علمت رو، این اخلاقت رو، این فرهنگت رو اونای دیگه بیان مطالعه بکنن میشن یه عده قلیلی. عده قلیل هم کوبیده شده. فرق مذهب با جادوگری همینجا. توجه توجه، علامتی که همه کنی میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خدا ترک و به پناهگاه بروید. دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترچه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما، دشت بی فرهنگی ما، هرزه تمومه علفاش خوب اگه خوب بد اگه بد، مرده دلای آدماش دست من و تو، باید این پرده ها رو پاره کنه، کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه. یار دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما. Fala, chama, 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 chama
به نام خدا خیلی خوشحالم و همگی خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. قدم بندی کردین، منت سر ما نهادین، تشریف آوردین و واقعا خوشحالمون کردین. بچه های سرشون اینقدر احساساتی شدن که الان دست و پاشون رو گم کردن با وجود اینکه سن و سالی ازشون گذشته. خیلی محبت کردیم، خیلی ممنون. یه سری برنامه دارم اگر اجازه بدیم خیلی سریع من بگم که چیکار می‌خوایم بکنیم. فقط من عذرخواهی می‌کنم، فکر کنم آقای ناظمی جمع معلمان ما پیس کشور هستن، ما یه دفتر حضوری ها هم داریم بیرون که شما دوستان رو حاضر قایب کنیم به شما درخش مبسل کلاس داریم من اینجا مبلن میگن که اون که از همه سنش کمتره تو اینجور مراسه همه بارو میندازن رو دوشش من و در از من یه سورش رو بشمارش سورش دارم من یه سنخیتی هم با شما دارم به داخل 30 سال دست دارم یه مدتی همکار بودیم دیگه. این چرا باعث شد که من خدمت شما جناب دارتنی خدمت شما جعبه جعبش تو برداره گرفت خب آیا همینجزا آقایی
بعد رو بار با شما هم با چیزی بگیم یه فاید هم اگه جورت میکنم چیزی بگیم واقعا خاطرات خوب از شما چیز یادت مونده من حساسیت ندارم من تا دیر بد و خوب شما نقاشی زیبای شما تو درس زمین شناسی هیچ وقت فراموش نمیشه من خودم ادای صغیر شدید شما نقاشی شما آقای نسو عوستا آقای آمریکا داشت خدا انشاءالله هر جا هستم به سلامتی و خوشی باشی آقای آرام بهروزی حاضر خب جناب آقای نیما بیان آمریکا سا آمریکا دایستم آقای خسرو بیاتی آقای خسرو بیاتی سلام جناب آقای خب چطور نمیشناسی؟ آقا یه لحظه، یه لحظه، یه لحظه جناب آقای آزاد، برپا، برپا تیم اینا همه‌شون نخبه بودن دیگه نفر اول کنکور و فرزن شدن بچه خرخونا درس کنکور ما اینا رو بردیم دستم درد نکنم خیلی خوب از همون تعریف میکنم مهران جعفر در دنگ رو میزن تو آزمایشگاه پایین بروش باید بعد یه مسابقه داشتی مثل مسابقه تلویزیون خود شما مجری مسابقه بود بله سوالان هم فکر کنم سوالان به ما داده بودی به اینا داده بودی به اینا داده بودی به بچه درس بود داده بودی یادم افتاد یه چیزی یکی از بچه ها بود که زنگ رو اون درست کرده بود زنگی کرده بود زودتر میزن مال ما خراب بود هرچی میزدیم نمیزن من هم تو بس افت انتقاد میکرد و دیگاه میکرد نمیدن درسته ما تو بیکاری بچه‌ها سرعت عمل ما بالا یکی از بچه‌ها بود که سعی کرد حالا یادم مهران جعفر سری تنگو می‌زد پروفسور ارشادی هم جواب مسئول زنگ کوشش بود الان میگم ما گروه اون سه نفره بود اینه چهار تا بود یکی زنگ می‌زد سه تا جواب می‌داد بله آقای فرشاد فستری قایبه من خواهد چی دیگه یادم میاد بیشتر از آقای عزیزیه چون عربی پنجشنبه آخرین رنگ داشتیم من رو همیشه بیرون میکرد چون من عربی درس خونده بودم مثلا تو تابستان ها همش عربی میخوندم بعد میگفت تو عبدیق عربی نه ما بچه درس سپاه بود.
چوشی گفت دستش به قهرمانی بهتر از آمود چوشی گفت دستش بود نشسته و خب منم خدمت کرده و خدمت من جابل توجه بوده اون بابا گفتم چرا که میگم همینه گفت بده ببینم داد منم یه داره زیدوش کردم و گرنگدن کشیدم ولش کردم رفت شد خدمت کرده نکرده فرقش بیم حسین محمدی نشسته بود پشت به حیات از آقای عدید نشسته بود پشت میز شما و یه دوست رسوای دیگری هم بود بسیم که خوارو چی بزنم حسین مغزتو داشته باش مغزتو رو دارم نشونه رفتم سر سره بس خدا شاهد بزنم بس بعدا رنگش پنج پرده زدید اون آموزش توی ارزش که بیدم روش خدمت کردم میدونم یعنی بعد از اینکه اصلا مسلح کردی رو به هوا باید بچه بودش و رو خالی باش حتی رو دبینم نه رو به هوا باستم نه بخش بعدا عوض میخوام اینو میگم چون اندر احباب پس بطول آداب بودی و رهره با حسین ما از زمان خوارزمی بودیم اونم بچه بسیار باید چموشی گرفتیم رو به هوا و چکوندیم که در جاش الان تو دفتر اگه خراب نشده باشه تو گچبوری های تو دفتر خراب کردن کل دفتر رو خراب کردن کل اون ساختمان قدیمی خراب شده است جاش های گچ تو دفتر و من دیده من کسا مونده بودم من به این بچه هم گفتم که بچه تو چرا نگفتی؟ پره خشاب توش فشنگه نگفتی چرا با تو با این تو خیابون چی کار میکنی اصلا؟ خودش تو زمین من کنی یک کارم به خورست خودش تا روز آمد کنم چرا به زمین نکردی و خدا تا که از آمد داره زمان ما ام یک بود آره سلام بر همگی آقای رحیم زاده سلام 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 اصلایی که در اومد چون خود منم دست بشه شده بودم اون یوسف اولی اون دویید تو دفتر رو چی شده؟ این چی بود؟ چی بود؟ اون سکولا بیام برده یاد این که تشکلی خدا رحمت شد آقای تشکلی که دبیر دانش اجتماعی بود تاریخ بود تاریخ اومد تو دفتر رو ما چه صدایی بود؟ چی بود؟ بودیم تیر بود اینجا بود من دیدم کلاس بالا بیشتی که بردی من آمد از اون بود این زن به ناصر دیشایی رو سراب کرد از اون برد اومد اون برد اومد بعد آقای کاره کامیار داری کامران درکی درکی نه داهی درست داهی ونکوور است ونکوور رفتن تعطیلات کامران درکی 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 والا من داشتم که ریاضی بود بعد خب درس آره زیاد با در اساس باشه من میخونم حتما بعد که اشتباه میخونم شما ثابت کنید که وجودی خونده نمیشه صداش عوض نشد بعدم که همین خیلی مقدم میگم و اگرچه میزبان کس دیگه هست ولی شرط ادب و از احترام و خاطره که من یادم میاد که یه شبه با بچه ها فوتبال بازی میکردیم که خب یه تیمی بود آقای کریم زاده باش با ما بود ما یه شوتی زدیم که این بعد از اون شوت تو زنگ بعد تقریبا تمام کلاس رو کریم زاده پاکه عقب کلاس خوابیده بود بعد از 20 خورده سال بهش باش که صحبت کردم گفتم که کریم تو بچه دار شدی تو حالا یه دختر دارم بله بله کریم زاده بعدم که از همه اساتید و محترم خیلی تشکر میکنم اگه شما نبودید به هر حال ما این جمع و اون دبیرستان خوارزمی اون دبیرستان نمیشد
در حال با مدیریت های مهمدانی که خیلی هم ما بهشون مدیم هستیم خیلی ممنون محبت آقای محمد رضا دفاع سلام من هم ریاضی خوندم با شما نبودم اون تا حالا من که خیلی مردم خیلی خوشحالم از جهت دوبارتون ولی چون همیشه مبصر بودم معمولا خب بچه ها میشت یه اساتید از کنم خدمتون مدیران دوستان یه خود رو دربسی کردم موقع خاطر تعریف که من چیز با مزه تعریف کنم من برادرم دو سال بالاتر از ما بود یادتون آقای عشوری تاریخ دست می بود اون چهارم بود من دوم بودم روز اول ما اومدیم و یکی که خودش رو معرفی می که من بلند شدم محمد رضا دفاع آقا عشوری گفت مردشون ببر تو داداش اون دفاعی اولین جمعه یه فوش نه آقا مردشون ببر فوش فوش اینقدر اون علیه ما اذیت کرده رو توی تاریخ تو مردشون ببر تو داداش اون دفاعی من جدا همیشه خیلی دست به چیز باهم میزدن هر روز می‌خواستن درسشون رو پس بدن خیلی خوشحال هستم مسعود خوش نکنه سلامت باشین جمعای داخلی آی رامین رزازیان کانادا دفاع کانادا دفاع تورنتو هست آی عرض رفتاری خیلی خوشبختم از دیارات تک تک شما همه تون به گردن همه ما خیلی حق دارین نمیدونیم چجور تشکر بکنیم والا از بابت خاطره من یکی دو تا تو ذهنم هستش که چون من دوگانه سوز بودم من ریاضی بودم بعد رفتم تجربی هم خوندم برای کنکور که رفتم پزشکی و همین جهت این خوشبختی رو داشتم که از محضر هر جفت اساتید ریاضی و تجربی استفاده کردم از خدمت های ناظمی یادم هست از مهمترین چیزی که تو ذهنم حک شده دایره زدم ایشون روی تخته بود که با تسبیح دایره می‌زدم که ما هر کاری می‌کردیم نمی‌تونستیم گرچه می‌ذاشتن تو تصویر یک دایره می‌کشتن که با بهترین خیلی جالب بود یه خاطره دیگه هم یادم از جناب ناظمی یه بار سر کلاس داشتن درس می‌دادن نقشه رو زده بودن به دیوار گفتم حالا میرسیم به بزرگترین متحد جمهوری اسلامی ایران بعد چرخیدن این برابر همه گفتیم خب حالا چی هست رفتن یه نقطه کوچولو نقشه نشون گفتن ماداگاسکار بعدا یه تخفیفی دادم شد ممکنه خواست بله آقای فرزاد سرقدی آقای بابا آقای بابا بله جناب مجید سلطانی حاضر من توضیح قبل ببخشید یه توضیح بدم بعضی از آقایون چون ما افتخار داشتیم در خدمتشون بودیم تو رشته این تجربی چون خب بودای خود محفوظه آشرایی اصلا خود حالا باید جای من باشید تا بدونم من چی میگم مثلا قهرمانی رو به خاطر اینکه من زیاد باش تماس داشتم بودیم یه ساعت هم برای من یادگاری آوردیم اون تو بار دوری ساعت بود آوردیم بود بچه محله اونم بود تو مسجد محله هم دیدم اشو خلاصه میشتم بعضی آقا میدونم که ریاضی بودم مثلا هم کردی بوده و ریاضی نبودم من در از حرام نشتم سوزی هم میشتاختنش و از این جزء نوادر نوابق هم پس کنم که به جهت این که بالاخره این چهار ما توی محبته بسته به خصوصی بودن و میرفتن و میمدن ما میدیدیم و تو عید برسن بودن و اینا شناسایی تصویری برای اون آسونه گرچه حالا اون تجربی هر من ممکنه ذهنیت نشوشم اسم شدم بیا حتی همکارا ما بیشتر تصویری میشنسیم 25 سال، 30 سال، 40 سال پیش، 40 سال پیش خوارزم و دران رفیق ما بود حالا تو میدون میوه سبزی تروار صادقی ها دیدم ای خدا من این چرا اینجوری من نمید اسمش چرا یادم نمیاد با گفتن کلمه استاد سلام عرض میکنم از سر هم آسمانی میکنیم تا بالاخره ببینیم تو همون موقع که حرف میزنیم میفهم یه خاطره ای بگی یه چی بگی اینجوری به هر حال چهره آقایون رو من همینجوری که نگاه میکنم
داره فلش بایت میشه یه چیزه یادم نیفتاد. قهرمانی که میگه قهرمانی من فکر کنم که پدر آقای سلطانی همکار شما داره. آقای دکتر سلطانی شیمی و ادبیات فرامرزی. بله سلطانی یه دنباله داره. ما از این گفتم که بعد از 70 سال اونجا چیکار داری میکنی؟ از اکابر افاضل و واقعا دانشمند ادبیات برادر بزرگ چند شاگرد میشه که الان خارج شد. بله بله مگر از این فرد شد من افتخار دارم شاگرد شما بود و همیشه شاگرد شما هست. بله زنده باشی فرحال. ما فکر کنم اکثر کسایی که با من بودن از محصر ایشون استفاده کردیم. یه خاطره تعریف کنم از اون هست. اولین مدرسه ما نه علامه بنده من احمد هاشمی زاده که من میرفتم اونجا خدمت ایشون بود. دفترم میشود ما رو که بیه چای بخور بعد برو کار بودم میشون باعث افتخار ما. ما ان شاء الله خیلی در حیات دیگه ان شاء الله. خب سلام برسه سلامت بشی. هیچ وقت از این کارا نمیکردم. توی راهرو تصمیه گرفتم اینجوری داشتم میچرخوندم و ایدای دفعه از کلاس اومد بیرون و گفت این چه کاریست؟ گفتم که دارم میچرخوندم. گفت احمد به پدرتان خواهم گفت. خیلی دوست داشت ما درس بمونه بود. آقای هریچی واقعا از مفاخر معلم ایشون هم بوده. دهه سی بعد از مصدق من در خدمت ایشون تلمبش کردم. معلم ریاضی بود که اگر اراده میکرد خوارزمی رو قفلش میکرد. یعنی با دادن یه پولیکوپی سوال من شاهد بودم که در یه تابستانی قرار بود کلاس بذارم توی این خوارزمی یا بود آرات و فراس قرار شد تستا رو آقای هریچی بده جواد آقا بده این تستا رو داد و معلم های ریاضی جبرن خواهش کردن از باستانی و مسئولی که برای اینا یک کلاس فشرده‌ای بذاره تستا رو حل کنه. و خونه ایشون که به پسر من بعد از شماها بود پسر من خروجی 69 افتاده 69 خروجی دانشگاه شهید بشتی. من با ماشین رفتیم خونه آقای هریچی. خونه‌ش هم آدرسش ریاضیه یعنی خیابان 33 و پلاک 66 کیشان سیاسه زردت داره. تمام ساختمان مال خودشه. کتابخانه بزرگی داره. اکثر کتاباش کتابای مرجعی و روسیه. یه کارتون موزی پر کتاب داد که فهمیدی پسر منه. فهمیدنش هم این که دفتر آقای ممقانی از حیات رفتیم که بریم ساختمون آقای هریچی اونجا آمده بودم تشکرستم. گفتم که آقای هریچی مستانی پسر منه خوبیه پسر شما یه خاطره از داشته خاطره های خودمون بمانه از کنون دوره در دانش آموزی ایشون که خدمت های مشتهدی در بسان عباس البته ایشون نمیره خدمت میشه ایشون از ایشون خواهش میکنه که بیا ازش کنی سنگی میره اونجا و دانش آموز که اونجا بوده که من میشناخته برای من داره نقل میکنه با این آقایی که شما گفتی آقای نازمی این اومد اونجا آقای حریچی آقای دکتر مشتهدی اومد قبلا گفت اگر ببینم بشنوم سر کلاس آقای حریچی کسی مسئله ایجاد کرده باید پرانداش بگیره به نظر بود خدایی بکنی چیه داره بیان اومد شروع کرد جلو کلاس تمام بچه ها نمیشون
مسعود مشتری میزنه میلو اون برد میگه و تا میزنه چی رو میزه عبادی چی بود؟ چی بود؟ تو بود؟ تو بوده؟ ایشی نبوده؟ حالا گوش کن حالا گوش کن گرچه برمیره از دست چپ شروع میکنه به دست راست میره بود یا بیمیسه 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 حالا این مره هم دستتون رو میبوسم خیلی ممنون اما فرزا جان گفت که آیه عشویی یا آیه کیا خوش به سعادت اون زدن های آقای کیا ولی نه زدن روزگار باز ولی من از ماشین پیاده شدم شما شناخت دارم فداتون بشم من الان خاطر پاک کنم چهره شما یه چهره بیاد شما من کوچیک شما آقای کیا آقای عزیز سربر بنده آقای ممقانی قربون شما برم ان شاء الله باید کوچیک شما آقای بابای طیبی آقای سعید عزیزیان آلمان ها هست آقای بهمن برخزاد برخزاده من از طرف خودم و بقیه دوستان یه بار دیگه خیلی مردم من از خدمت همه دوستان همه بزرگان ما در حقیقت سلامت باشید من هم یه خاطره فقط یادم نیست کلاس فکر کنم سوم بودیم ما یه معلم دینی داشتیم اسمش رو فراموش کردم حالا خیلی از دوستان ممکنه که یادشون باشه سر کلاس یه چیزی گفتند و فقط کلاس رو ما رو منحل کردن یعنی ما همه بچه های کلاس فردار کنیم ما رو محسنم آقای رحیم نعمتی بودن یه چیزی با ما رو کنیم از بچه ها کردین و خودتون هم اون معلم بعدا رفتن خودتون شدی معلم شما شدید معلم موضوع مال چهارم بود جالبی این خاطره حالا در ادامه خاطره بهمن جان عرض کنم چون من دقیقا یادم این برنامه است همه ما اومدیم تو حیاط بعد یکی از ناظمین محترم اومدن با یه درس بعدی با بچه ها صحبت کرد گفتن همه بریم بیرون همه داشتن میرفتن میرون آقای ممقانی رسیدن آقای ممقانی رسیدن بودن اینو بچه ها چرا میرسید میرون بیان تو بیان تو همه رو آوردن تو بعد آوردن تو فهمیدن وقتی ماجرا رو فهمیدن یه سوالی مطرح کرده که همه همون موندی گفتن که آقا هر کی که فکر میکنه اشتباه کرده بیان این بر باس هر کی فکر نمیکنه این بر باس خب همه هم دیگه موندن تو رو در بازی همه هم رفتیم اون بار بازی خب حال بریم سر کلاس هاتون رفتیم سر کلاس هاتون درست دنگ بعدیش هم امتحان ریاضه جدید داشتیم با آقای بستان که آقای بستان هم این وسط اومد رد شد گفت چرا وسط حیاتیم گفتیم اینجوری شده با حالا اسم اون معلم بردیم و گفتیم آره با ایشون مشکل پیدا کردیم اون خیلی خوشحال هم شد باریکلا باریکلا خب حالا ببینیم چی میشه بعد دیگه رفتیم سر کلاس و اینا زنگی باید چون امتحان نگرف ازم کلی که کانادا کانادا آیه ابراهیم قهرمان هم تا یه خاطره هست یه دونیم شن نه دونی نگیم چی به یکی اگه قرار بود به سنوات درسی چی دیگه علاقه باز شخصی میگه بابت این که مقدار زیادی از وقتش رو تو دفتر رو دم دفتر بعد از کار بود تحصیلی هم دائما در رفت اومد سعی بین صفا با من
کاظمی هم جلوی مدرسه وای میستم برایشون خاطرات مدرسه رو تعریف کنم. یعنی بالاخره اینجا یه محل همه خاطرات ما بوده. من به نوبه خودم دوباره دست همه تو میگذارم. همه معلم ها خدا اونهایم که رفتم رحمت خدا رحمت خدا رحمت خدا که پای شمایی واقعی شد مدین واقعی کنیم خواهش میکنم انشاءالله رحمت رو معید بشید. آقای حسین شهروبه آقا تغییر اسم داده به من داد که مدلان در خدمت شما بزرگ من باشم سعادتی بود حسی امش از باب خاطر که بچه ها تعریف کردن که خاطرات همیشه به نیکی و خوشی بوده. آقای کیا اولین جلسه ای که از ما امتحان گرفت ما شدیم دو آخرین نمره کلاس 11 بود آقای کریمزاده بود فکر کنم زاره بود. آقای نازمی هم که دو تا سوال میپرسید ده ده شدی هم نمیشه. ولی از بابت حمایتی که آقای محمدانی داشتن محبتی داشتن رساد و من شخصم یه روز سر کلاس بودیم با آقای افهمی معرف روزو هستن معلم ادبیات ایشون خب یه لحظه ترکی داشتن بعد این قاضی ها رو گازی میگفتن سر کلاس داشتن نصر رو همی که با شعران هم که ترجمه نمی کردن فقط اوها رو به همی کردن نهایتش این بود دیگه یه جلسه گفته چیه قاضی رو گفت قاضی قاضی رو دوباره گفت قاضی ما هی بچه هم گفت آقا یه بار دیگه بگو آقا یه بار دیگه بگو نفر آخرم من گفتم آقا یه بار دیگه بگو یا این از اون پشت اومد دست ما رو گرفت اینجوری گفت من میخندی بی نصر مسجد بی نصر جدی میخندی او رو بریشت آقا من از کلاس اخراج نشدیم تا ترس مرده بودیم بردم آقا خدمت آقای مقوانی که برو پدر مادرت رو بردار بیارو که از کلاس اخراج به چی بازم بزرگواری که آقای مقوانی قادرمیانی که الان دقیقا این قادرمیانی که آقای افتخاری محبت کن دوباره ما رو برگردن سر کلاس ونکوور کماکان دادن دست میخوان بنده خدا به نظر من خوب شده حمید شهیم‌زاده هم در ایران حیف شد هم در اونجا چون واقعا متوجه نمیشم دیگه چرا باید به خاطر اینکه ایشون الان متخصص گوش و حلق و بینی از ایران رفته اونجا بله ولی قبول نمی‌کنن ایشون مجبوره هی دوباره درس بخونه تا یه تخصصی که مربوط به دولت کاناداست ببینه از اون موقع تا الان؟ بله سه سال مدت زیادی نیست رفتن سه سال من میگم نصف دیوان نصف دیوان من با چی بعد هیچ درست وقتی اینجا قدر کسی نمیدونه بزرگ محسونی هایی که میرم اما حسین محمدی پرکمه هست تو فرودگاه میگو چه بشی گرفتن چمیده میشه باز کردن گشتن چه کردن و دم رفتنی که حسین چمیده میشه تمیز بدن هرچه که بعدش نگه بود بایش گفتن که هیچی خوب نردوش داره خب چه داری کجا میبری؟ خب یادگار پدرمه مال هم بیمارستان شهید رجایی استاد قبل گفتم باید سکتی نمیتونی ببری یه چیز دارم ببرم که نمیتونی بجاش نمیتونی بدونم اون این توه چند تا از این توی ها رفتن؟ خیلی آقا یه زمانی من آوار 37,000 تا مهاجر دانشجو توی تحصیل کرده خسته زد ایران
رفته به کانادا رو داشته. ممکنه به فرمید که بازده دانشگاه از این قوقاش سالی چند نفره؟ افتخار دکتر کریمزاده که در ونکوور و احتمالاً این صدا رو میشنوه و این تصاویر رو میبینه، که افتخار 64 ها و افتخار در واقع دبیرستان خوارزمی بوده. یک کف مرتب. یه مشهدی هم اینوش کافی بود. محمود کلیددارزاده دوبه هست. ایشون هم جاش خیلی خالی استاد اینجا، چون اکثر بچه هایی که اینجا هستن با به اصطلاح خودمون کلید خاطرات خیلی زیاده، یعنی تقریبا همه بچه های اینجا هم از دوران راهنمایی هم از توی دوران دبیرستان با کلید خاطره داریم. حالا شاید اینی که بگم توی ذهن شما هم تداعی بشه، ایشون یه تیپ خاصی همیشه میومد، آخرین تیپ پیش همیشه تو ذهن همه مونده به اسم نارنجی معروف، یه اورکوت نارنجی میپوشید با یه شلوار جین کفش با کفشای یا نارنجی سبز بود که این هک شده تو ذهن همه بچهای ما. و بسیار بچه باهوشی بود و بسیار بچه با اخلاق و با معرفتی بود، برای همین ما هممون خیلی خاطره داریم. یکی دیگه از خاطراتی هم که داریم، پدر ایشون هم در واقع یکی از هنرمندای خیلی خوب کشورمون بودن. تو سریال سربداران نقش خیلی خوبی رو اجرا کرده بودن، برای همین جای ایشون هم خالیه. یک کفم به ایشون برای ایشون. پدر کلید مرد خیلی خوبی است، ایشون جز اعضای اقدام بود. منورالفکر نه آقای کوبی ساکت بودم، فکر کنم هیچ کس من رو نشناسه. هنوز هم ساکت فکر نکنم هیچ کس من رو بشناسه. خاطرات دوستان همه طبعه تداعی خاطرات هستش. یه حادثه بود، یه قسمت از حافظه هم حذف شده در اثر همون زیارت بوده، حافظه ای نداره از گذشته. این افتخارش یه دست بزنیم. سعید گرامی مثل همون موقع خجالتی هم در مقابل اساتید در حال دارم باز افتخار نزد همه بچه هایی که خارج بودن، آقای ممقان به عنوانی مدیر خوشبک مطرح و رسانی که اینجا هم نیستن میگن همیشه، زمانی که آقای صادقی رفتن آقای ممقان میومدن، خود من خیلی خوشحال شدم چون آقای صادقی رو اضافه دو میدیدم. بچه ها اون زمان خیلی حساس شد. خب استادی که جای خودشون رو دارن، هر کدوم از اساتید، آقای نازمی، آقای آزاد، خطشون خیلی قشنگ، خط خیلی زیبایی که همیشه تو ذهن من هست. اولیم که آقای نازمی اومدن توی کلاس، نوشتم به ازاد نازمی شروع کردم به درس دادن. سال اول دبیرستان، سال 60. از همون موقع میام همیشه تو فکر من. ولی بچه ها به همه نسل بعد میگم که معلم خوب میسازه جامعه و دنیا رو. و واقعا همینطور، همینجور که پیش میره، خاطرات خوارزمی زندگی من و خیلی آدم میسازه. بله، مطمئن. آقای کیا که ما ارادت داریم خدمتشون، آقای کیا اومدن واقعا یه کار بزرگی کردن. آقای گل محمدی دبیر شیمی ما بودن، سال اولی دبیرستان. همه میدونن، همه میگن، میگن آقای گل محمدی خیلی خوب درس میداد، ولی در رابطه با مسئله شیمی همیشه میگفتن یه تناسب ساده. یعنی تناسب ساده که میگفتن جز ما در میاد، تناسب ساده رو چه حسابی تناسب؟ سال سوم تجربی ما رسیدیم آقای کیا دیدن که نه واقعا هیچ چی بلد نیست. سوال این مسئله رو خیلی خوب کار کردن، خیلی زحمت کشیدن، خیلی خاکی گچ و اینها خوردن، دفتر خوردن. تو مفهمی. واقعا ازشون تشکر می‌کنم. امتحان سختی که گرفتم، من شدم 775. 90% کلاس‌ها صرف کلاس تجربی شدم زیر 2. خیلی خوب شد. بله. وای بهنام تجربی شد 11 شد. مسئولیت من بهنام پیداش نکرد. بله. سلام.
متخصص ارتوپد اطفال هستم. بچه علی فسند بله مولودی بله سوال اینه این دو برات کتاب رو به جهتی یه گوشبانی به شما داده باشه اما آپرکات می‌خواستن سخت داده می‌خوام محک بزنم سوال بعد نه آپرکات جا من آقای هم آپرکات بود آن آپرکات بود کسی پنج شده توی دبیرستان آگیم راحت 19 یعنی شما من گوش شغلی بله آقای من گوش تو شدی 5 دیگه کانو گفتش هر کس نمره بگیره خدا اشتباه کردن گوش من نخونده شما 19 نمره ای هم چه نمره ای شش کس منطقه سوال با یاد سوال محمودی حاضر بله حالا همین بحثی امتحان شیمی که گفته اصلا باعث شد که من رفتم شیمی خوندم بله. یعنی اگر اون امتحانی که گرفتم من 25 صدام نمی شدم حالا احتمالا وضع شیمی من بیشتر بهتر از اجبار و الزام در حقیقت من علاقه نداشتم که به زور در حقیقت گفتم آقا بری شیمی بخونی گفتم چشم آقای ناظمی هم که میفهمن یه سال بخور نون و تره 100 سال بخور نون و کره ما یه سال نشستیم خوردیم دیدیم نه برای جواب در حقیقت صحبت و نتیجه بخش بود جناب عزیزی هم که با یکی از بستگان عزیز ما جناب شهبازی نسبت داشتن همیشه ذکر خیرشون بود در حقیقت بله دار و فنون تجهیز میکردن ولی بله در حقیقت همه اینها در حقیقت حالا برای این جمع حالا گهگداری بودیم در خدمت شما بزرگواران بودین ولی من فکر میکنم که همیشه میگن گاهی اوقات خدا در تخته رو خوب به هم چفت میکنه بفهم 64 65 خدا در تخته رو خوب به هم جور کرد یعنی معلمای خوب حالا بچه‌ها یه خورده خوب و مدیریت خوب جناب ممقانی دست دست هم بده اگر حالا مدرسه ها افتخار میکنه یه شاگرد تک رقمی داشتن دو تا سه تا شاگرد اول مطمئنا در حقیقت با زحمات شما اساتید مدیریت جناب ممقانی میشه بازم از همتون ممنونم برقرار سبز باشید همیشه آقای فرزان سوئد فقط آقای محبوبی من نگاه بکنم چاق شدیم نه آقا لاغت نه آقا عزاده در مورده کم کردن از اونجا اینجوری دیده میشه آقا از اونجا اینجوری دیده میشه چه بزرگتری دیده جا نداره به صلاح کلیشه صورتید همونه بچه هم شاید هم علت همین چاقیه بله آدم که یه قدی شکسته بشه جانو دازه کلنس بچه استاد دازه دنبال سایه میگشتم استاد دازه بی اشترا زنده باشید آقای هادی مختاری برسشیم نه آقای نه آقای فرید مدرسی کانادا کانادا تورنتو آقای بهنام منصوری تشریف نداره کاش ایران نیستم برای مربری چی از ایشون به نظر من یه نمونه مثل همه آقایون رو از دوران جهت برامت بیشتره که من با پدری من از مریدان پدر آقایون گفته باشم که مرد بسیار بزرگوار و سالم عرض کنم که این آقای رامین منوری اخوی دارن ارسلان این آقای ارسلان منوری تو خانه نوزه چهار عبسی با ایشون فرق داره ایشون هم الان هم باید در یه تحصیلی یه برای بردیده برای عبدالرسا اونم بردیده اون پزشکی بله بله اونم میخوام دوتا رو قیاس کنم این سرزمین که زبونه اینا رامین رو اون نداشت نه ششین ارسلان اصلا ساکت بود ساکت بود بله چندزاده دو ولی منظورم اینست که آقای منوری به جهت اون سطح سوادی که داشت و شایستگی های فردی که داشت تونست که بره جای آقای حریرچی کلاس و تدریس کرد من این یه مورد رو هم مدیون آقای ممقانی هستم چون من و حمید کریمزاده تبریزی فکر کنم که اوایل آبان یا اواخر مهر
اومدیم مدرسه که معلمینمون رو ببینیم، یه تجدید دیداری بکنیم. آقای ممقانی به ما گفتن که شما میرین کلاس، ما دو نفر همین چند وقت پیش همین پشت همین نیمکت ها میشستیم، همین ما رو میشناسن توی این مدرسه. گفتن نه، ما شش تا کلاس اول داریم. معلم کلاس اولمون مثل که دارن خانومش پا شکسته، دو تا بچه کوچیک هم داره، نمیتونه بیاد مدرسه دیگه، باید بمونه خونه از خانوم و بچه ها پرستاری کنه. شما دو تا سه تا کلاس اول تو برو، سه تا هم آقای حمید کریم داره. گفتم که آخه من یا آدم از کچولو مکچولو و آدم حمیدم همینطور. تو دلت قند آب شد و گفتی باشه؟ نه ترسیده بودم، من میشناسم. شست و خورده این نفر آقای ممقانه گفت برو سر کلاس، اولین نفری که خندید بندازش بیرون، من پشت در بایستم. سلام و صلوات. رفتیم تو اولین نفری که اولا که بلند نشدم، من همسن اونا بودم. یه دانش آموز داشتم همون سال اول، یه دفعه دبستان رد شده، یه دفعه راهنمایی، یه دفعه دبیرستان، یه سال با من اختلاف داشت، کلاس اول نشستم. من رفتم تو اولم بلند نشدم، حالا بعد که رفتم تو یه نگاهی کردم، حالا بعد یه دی بلند شدن و برپا و بالاخره بلند شدن، تا نشستن دیدیم یکی اینجوری کرد. گفتم بعد چی میخوایی؟ بیرون. آقای ممقانی پشت در وایساده بود. درم باز گذاشتیم که صدای آقای ممقانی بود. آقای ممقانی بند خدا رو خدا ایشالله که از گناهان من بگذره، بند خدا رو شست. دیگه از اون ساعت به بعد دیگه یواش یواش پس، ولی واقعا ترسناک. شست و خورده این نفر سر کلاس نشسته بودم، منم همسن خیلی از اونا بودم. اینم من مدیون آقای ممقانی. آقای حمید مهرابی محمد رو بیدید. بله آقای که انقدر خوشحالم که تو این جمع هستم. اول دو سه هفته پیش بود محمد دانایی زنگ زد به من، من تهرانم نبودم، گفت شمارت رو از آرمین تو کانادا گیر آوردم، گروهی تشکیل دادیم اینا که میخوام همه دور هم جمع بشیم، که منو دیگه اد کرد تو گروه و بعد دیگه کم کم تو این جمعام که فهمیدم این جلسه است، با خوشحالی اومدیم و واقعا خیلی خوشحالم در خدمت هستی، همه دوستانی که دارم میبینم و حتی اونایی که نیستن ارتباط مجازی داریم. یه جمع عجیبی اصلا، یه حس عجیبیه این که در خدمت شما هستیم. آقای ممقانی، جناب عشویی، جناب ناظری که در خدمتشون نبودن، جناب کیولوشکی و جناب عزیزی که خب آقای عزیز زیاد خاطره داریم و اصلا همش خاطره است. این اصلا سلام به همگی دوستان. سلام همگی. من بخوام دست بدم جمع به هم میخوریم. خیلی خوش آمدید. چی سیاه بدفم؟ خوبی؟ خاطره خاطره که خیلی زیاده. حالا چون از جناب حریرچی خاطره تعریف کردین، من یکی دو تا خاطره دارم یادم نمیره. یکی این که اولا که اومدن آقای جواد حریرچی مدرسه ما اومد، تو اونجا که من یادمه باعث آبانیش بازم جناب آقای ممقانی بودن. چون من یادم سال چهارم که بودیم اومدن اون موقع مطرح کردن که چون میخوان سال چهارم رو تقویت بکنن، یه کلاسایی بذارن و یه اساتیدی رو بیارن، از جمله آقای حریچی از اساتید دعوتی بودن به مدرسه، یعنی شما بعدن آوردینشون، جزء کادر نبودن جناب علی و ما نمیشناختیمشون. اولین جلسه که جناب حریچی اومد، من یادم نمیره در آواز کردن خوردم، قد خمیده داشتن پیرمرد، من میز دوم میشستم با بهمن و حمید کریمپور، میز دوم وسط، حمید کریمزاده اینو سمت چپ میشستن، ما وسط. ایشون اومد و تا اومد یه ضرب اومد بودم، یه حالت خود قوزم داشت اومد، صحبت هم درست ما متوجه نمیشدیم چون خود زیر لبی و لهجه غلیظ آذری اومد و بلا فاصله اومد گچو برداشت و شروع میکنیم، دست آورد بالا، بعد شروع کرد به یه حالت خاصی هم گچو میگیره، تا اونجا یادم میاد شروع کرد به نوشتن، یه مسئله نوشت برگشت شما گفت حل کنی، همون نگاش کردیم، اونم ما رو نگاه کرد، بعد یاد رفت نمیره برگشت شما گفت تقصیر نداری شما تفلی. بعد یه ذره که گذشت
بعد یادم میاد که تو همین کلاس یا کلاسای بعدی مثلا به ما مسئله میداد ما نمیتونستیم حل بکنیم. بازم همینو میگفت، بعد میگفت بابا من اونجا تدریس میکنم، توی استاد درخشان تدریس میکنم. بگو من به اونا میگم یه دایره داریم، یه دونه خط داریم، خودتون مسئله رو مسئله بسازید بعد حل کنید به سه روش جبری مثلثی هندسی. من میگفت نمیدونم با چه دستگاهی شما رو گرفتن آوردن. از اون جالب‌تر یادم نمیاد ما یه بار در کلاس بودیم به ما گفتن آقای جواد حریچی نیومد، یه ذره دیر کرد، گفتن جواد آقای حریچی دست شکسته نمیاد. خوشحالی بودیم تو این هیری ویری ما بودیم، درواز شد دیدیم آقای حلچی اومد، یادم نمیره دستش رو گچ گرفته بود، دست شکسته بود، این بعد این از اینجا گچ گرفته در حد از اینجا یادمه، بعد این گچ رو با این دستش میکلای دو تنگشتش اونجوری مینوشت، من اصلا مونده بودیم اینجا یادم نمیره. خدا انشالله که رحمت شون کنه و خدا شما رو حفظ کنه، ما همیشه مدیون شما هستم. و اساتید بزرگوار این شاد آقای اشبیه، آقای لازمی و شما ایچیا و آقای عزیزی و بقیه اساتید که به شما از سوال آموزو دادن و شبخش آقای لازمی رو به شما از کنم که یکی از بیادین تربار و به اتفاق همسرم بودم و سال آفسر دست ایشون رو سب گفت کی بودش؟ گفتم ایشون جز اساتید من و به شما از دو های کیا هم همین جور های اشبیه هم همین جور های اشبیه هم به شما از کنم که فقط خاطره که دارم آنها قبل از چیز واسه تعریف کردم من موام رو همیشه بلند دیگرش داشتم خب بعد سمت هم خواست خود شده آقای به شما از کنم که من مقالی یه روز گفت آقای نسیم بود فردا کتا خواست گفت کتا نکن فردا شد پس من بگید دو سه روزی گذشتیش و بعد دیگه سر ما کلاس هم کنار دفتر بود سر کرد پله ای که بود من مایسده بودن و بعد دفعه گفت تو دومت بیتو نکردی گفتن که نه گفتش که هده علا گفتم کلاس هم گفت کلاس هم نمیخواد بری برو تو تا بکن بیان گفتم پول هم دام نیست گفتش که پول شما هم میدم چقدر میشه گفتم من پول ستا هم میدم پول بودم گفت رند ما به من ستا هم میدم پول بودم بودم چه پول ستا هم میدم گفتم آقا اینجا آرشگاه های بالا هستی که اصلا آقا خود سیسی من دو خود دست کردیم چه پول ستا هم با دارم شما با رفتیم هم با همونی پول نکرده من زیاد هم بود زد یه مقداری پول نکرد بعد اون من پول ستا هم بدادم که یک من خواستاده بودم آقا این دستان ما جلال عشری صحبتی که دارم من یکم شوخی زیاد میکردم من در مورد دریاچه ارومیه صحبت شد که تلخ رود میریسه به دریاچه ارومیه چقدرم گفتم که پس این تلخ رود خیلی شوره که این بلندتر بعد گفت دیگه تحمل ندارم دوی دوم دارم اولین زد جا خواهی دادم دومی زد جا خواهی دی سومی خورده کل کلاس میدوید میدوید بعد من فرار کردم از کلاس بیرون و بعد نشد گفت این عجب چجوریه تمام این باعث شد الان من یادم رو تلخ رود تو یه خاطر از آقای کار نمی‌کردی خود نمی‌شد درجاتش مرحوم حریشی واقعیتش با تکانه نگلی به خاطر حالبت رو یک سال 72 یه استانی داشت آقای بایاتی بعد ایشون صحبت داشت وارد بحث مشترک و اینا میشه قضیه کشیدن بعد من همینجوری نشستم گفتم خب اینو میتونیم مثلا به سریع توکیو اینا هم برسونیم بعد گفت چطور گفتم مثلا این قضیه هست که تو بزنید من
برگشت گفت یکی گفت ما چی کلاس مثلا هم بود بچه اومدن بچه مثلا بزوش اومد گفت این استادت کی بوده؟ گفت آقای حریشی گفت معلومه استاد حریشی گفت استاد من حریشی بوده اون کارا میتونه یه همچین دانش آموزی و پرورش بده یه افتخار آمیز بعد همه برگشتن تنها صد نفر آدم برگشتن نگاه کردم این کیه که مثلا اینجوری ولی زیبا بود دوره های خیلی خیلی یه خاطرم دادش بزرگی هم که میگم چیشون کانداست من تلاش کردن، سعی کردن که ما بتونیم بریم وارد مدرسه بشیم و یک عکس اونجا بگیریم. متاسفانه گفتن که اجازه بهمون نمیدهن بنا به مصلحتی دلایلی. من خواهش میکنم بعد از اینکه آقای طالب نیا خودشو معرفی کرد و خاطرش چیزی داشت گفت، لطف بفرمایید 64 قدم به سمت پایین تشریف ببرین جلوی در مدرسه، یک عکس یادگاری تا هوا روشنه بگیریم و ان شاءالله که این همیشه یادگاری بمونه. آقای طالب نیا بفرمایید. منم حرف نزدم. بعد شما آقای بیاتی دیر اومدید. ایشون که بعد کاری کنه. خب تو هم آقای نمرقایی همیشه به ایشون یه چشم دیگه ای داشت. من یادم نمیاد. بله من که گفتم یه چشم دیگه ای داشت. به خاطر اینکه ما بیشتر از همه شما اذیت می‌کردیم. واقعیتش من که از مدرسه‌مون و شماها
خاطره زیاد دارم. خصوصای مرمقانی رو عرض کردم، خیلی اذیت کردیم دوری که تحصیل کردیم. من جز بچه های درس نخون مدرسه بودم و قاعدتا بیشتر از بقیه معلم ها رو اذیت کردم. فقط تنها درسی که توش خوب بودم و نمره بالا میرفتم درس عربی بود، جای عزیزی که اون هم دلیلش این بود که خارج از مدرسه عربی میرفتیم، یاد میرفتیم یه جای جامع المقدمات اینها. بعد تو اون درس اعتماد به نفسمون زیاد بود، تو یکی ها این نمرات بد میابودیم. بعد فکر میکردیم آقای عزیزی هم از این بابت هوای ما رو داره. من ریاضی میخونم. بعد یادم میاد که آقای عزیزی شما این من یادتون میاد؟ دو تا برادر. آقای براتی. من یادتون دو تا برادر. بعد خلاصه رسیدیم به امتحان آخر سال و خب ایشون هم میدونستن که ما عربیمون خوبه چون مدام 20 میگرفتیم ازشون. یه نمره شفاهی داشتن و یه نمره کتبی. ما از روی اعتماد به نفس زیاد نمره شفاهی هم نرفتیم مثلا امتحان بدیم. گفتیم خب ایشون میدونه که ما بلدیم دیگه. بعد قرار بود این دو تا نمره با هم جمع بشه و تقسیم به دو بشه. و خلاصه ایشون هم من شدم تو کتبی 19 و 75 شدم فکر میکنم. همون رو نصف کرد. تجدید شد اون درجه. من اول ممنون. ببخشید من یه جمله بگم. پوز یوسفی ماش. پوز میشه سیگه. آره این درس نمیخوام. بهش گفتم که هر ترسمون از درس میخوام. گفتم سر جست نیستش. زنگ زد اینا داری گفت که بعد چه خوبی واد. گفتم یعنی چه؟ گفت کلاس این نمیشه بیام از ترس. گفتم نمیخوام بمونم که مدیر میگی. منظورم من خسرو بیاتی هستم. سال 64 دیپلمه 64 هستم. خیلی عوض شدیم، خیلی همون عوض شدیم. من آقای نووی خیلی دوستشون داشتم، فیزیک ازشون خیلی یاد گرفتم. ایشون نملوت داشتن، سعی کردن خوب به من یاد بدن. حالا من البته خاطره زیاده، مثلا از آقای ممقانی خیلی خاطر دارم، ولی مختصر مفید بگم من به همه تون خیلی احترام میذارم، همه تون خیلی دوست دارم، امیدوارم همیشه همینطور که سرزنده و مفید. خاطره برای باید بوده به هم برای دوستان هم هست. خاطره خودتون، در اصلا خودتون رو میگم. یه روزی ما تو نمازخونه نشسته بودیم، البته شاید تلخ باشه ولی میگم. یه روز تو نمازخونه نشسته بودیم، یه مشکلی تو مدرسه پیش اومده بود. آقای طالبنی ها و آقای باقری عدالت محمد علی گفتن که ما میخوایم یه منطقه. بلند شیم بریم منطقه. بلند شیم در مدرسه رو وار کردیم و یا علی انجمن اسلامی نمیدونم شما را میدونه بچه ها را افتاده رفتیم بین را گفتم برگردیم من برگشتیم حقیقتش اونجا من نفهمیدم چرا رفتیم و نفهمیدم چرا برگشتیم بعد برگشتیم من یادم اون روز اونایی که غیبت داشتن تو جلسه آخر آقای مهرعلی رفت تو تک تک کلاس ها پرسو که کیا غیبت داشتن ما رو بردن تو نمازخونه و حالا اصلا چرا غیبت کرد آقای مهرعلی صحبت کرد شما خودتون صحبت کردید بگذاریم تو اون الان نگاه میکنم چون آدم سن که میره بالا محافظه کار میشه و اصلا رو گذشته خودش که فلش بک میکنه میگه که اون موقع خیلی هیجانی برخورد کردم خیلی احساسی برخورد کردم الان فکر کنم همون اتفاق تو اون مقطع زمانی افتاد ولی واقعیتش از اون شعار دادن هم بدم نیومد خودشم کنم نقاط اینکه بعد از مثلا سال انقلاب مثلا اون داستان برام یه هیجان خاصی داشت و شاید اقتضای سنم به سمت پایین جلوی دستان این عکسی که اینجا زدید رو این وسط آقای رضا یک تا جنگی چند ماه پیش به رحمت خدا اینجا هر سه آقای عبد موسوی و آقای علیزاده و آقای حقبین به رحمت خدا
دوستی آقای ممقانی است و آقای مهردی که در خدمتتون هستن. این آقای مهردی آقای عزیزی، آقای علی دفترها و آقای سالمی هستن. آقای معلم شیمی این آقای عابدی اینا آقای جواد حریصی ببخشید اساتید محترم، همونجوری که زحمت کشیدین تشریف آوردین، دوت بفرمایید لو که خدمتتون تقدیم می‌کنیم، یه خاطره‌ای هم برای ما بگین که همونجوری که ما خاطره گفتیم خاطرات شما هم بشنویم. شما اساتید من یاد یه خاطره مستندی که در رودبار و زلزله رودبار و زلزله بم دوستون گفتم من تدایی الان دوارده تکرار کنم. در سال 69 خرداد زلزله در رودبار رخ داد. آقا و خانمی فوت کردم، بچه 6 ماهه در قنداق بود. یک آقا و خانمی که خانمشون فیبروم داشتن بچه دار نمی‌شدن، اومدن این بچه 6 ماهه را پسرخوانده خود کردن. از بعد در سال 1382 در زلزله بم این آقا و خانم مجدداً فوت کردن، ایشان موندن سوم راهنماییم. اینجاست که آدم شوهر افتاد. یا رب این ماهیت تقدیر چیست؟ یا که با تقدیر بد تدبیر چیست؟ این بچه خب من سوم این عکسی که به من نشون داد خب این عکس واقعی پدر مادر واقعی من اشی نمیشناسم، ندیدمشون. اون در زلزله رودبار اینم این خاطره که خدا من یک شنبه ازش بودم. من همه بدکار رو دوست دارم. همه خاطره هست دیگه. چه خاطره اینه که همه رو دوست دارم. همه هم شما رو دوست دارم. همه رو دوست دارم. دوباره به افتخار آقای یادت رفته خاطره ها؟ شما تعریف کنید از طرفش. آقای کیا من یه خاطره بگم چه اذیتیت کردم. یه قرص آموکسیسیلین انداختم روی بخاری نفتی دیزلی آقای ممامانی گوشته بود ساختمون قدیمیه. یه بوی بعدی من خودم داشتم خبر از در اومد بود کلاس امروز تعطیل. چون میدونستم بخواد بپرسه کتکم کار بکنم بچه ها همه من رو ماچ میکرده اصلا باز عشقاور شده ما مکسیسی به ازارم بخواریم جواقع عزیزی شد بازم خاطره؟ بله خاطره های از صحنه نداشت تو دفتر نشسته بودم این کار علی پارسا رو معلم اخراج کرد از کلاس علی پارسا رو بعد این راه افتاد رفت مادر شو مادرش تو وارد دفتر شد دید کسی منم هر چی در شد رو من بعد ولی هیچ عکسال عملی نشون ندادم مختار معلم زبان اگر یادت باشه کچله خیلی مدنازه ایمان گفت خانم اصلا شما مخاطبتون کی با کی کار دارید برای چی این کار رو میکنید گفت این آقا به سر من خود گفت آقا این آقا چاریه معلم از کلاس انداخته بیرون نه اینجا دو ساعت نشسته بیکاره جناب آقای محمدی خاطره نقل بکنم چون در واقع بخشی از فعالیت مدیر مسئله نوعه ثبت نام هاست به خصوص این مدرسه ابتدا که اومده بودم دید جمعیت هر کلاس موقعی که اومدم فکر کنم 17 شهریور بود
دقیقاً اون روز رو به یه جهت خاص اون حادثه ایده شهری بر تو ذهنم باقی بود. پرسیدم که اون موقع معاون سابقی که بود جا در واقع بود فردی رو نیوردم، نه معلمی، نه مثلا نیروی انسانی دیگه، یعنی رویه رو نداشتم، نه به آقای رحیم احمدی کس دیگه رو من نیوردم در واقع اونجا. بعد ارز کنم بودم به اووردن اونم در واقع یه اتفاق شد، اتفاق این بود اون سپردارش من داشتم می اومدم در مدرسه بر حسب اتفاقش رو دیدم دیدم و گفتم که چیکار میکنی؟ گفت تو مرسه راهنمایی اختلافم شده با مدیر و بعد اومدم اینجا. گفتم یعنی الان جایی نیستی؟ گفت نه، یه تو مدرسه ما باشم، یعنی اینجور شد در واقع اومدیم. منظورم اون روحیه رو نداشتم که کسی رو با خودم ببرم، از این جهت در واقع میخوام بگم. بعد خلاصه هیده شهریور اومدیم، آقا چقدر ثبت نام کردن هر کلاس؟ هر کلاس 10 نفر ثبت نام شد، 6 تا کلاس اول، 6 تا دوم، 6 تا سوم، 6 تا چهارم، هر کدوم 10 نفر ثبت نام شد. 10 نفر میشه به طور متوسط کلاس به معاونه ورسه بودم هر کیت در اومد تو ثبت نام میشد. ظاهراً این عدم ثبت نام به این جهت بود که سختگیری بکنن که دانش آموزای ضعیف مثلا نیاد، معدلای مثلا بهتر رو بتونن جذب کنن. بودم هر کی در اومد تو ثبت نام، انقدر که دیگه مهر هم شروع شده بود ما ثبت نام میکردیم. سال اولی که اومده بودم اومد خاطره سال اولم تا کلاس ها فکر کنم به زور به 25 تا 30 تا مثلا سال اول رسید من اومده. نمیدونم شما با اون سال چه سالی بود؟ 62 باید باشه ما دوم سال هم احتمالا مثلا شما سال دوم هم سال اول چون بحث ما رو ثبت نام های سال اول دید، چون اولی ها میرن دوم هم سفر کلاس های شما هم خیلی شروع نبود، یعنی چلتایی نبود در دقیقا و هوایی. بعد ارز کنم که تا سال اولی که کیفیت مدارس مدرسه مقداری در واقع تغییر کرد، برای سال دوم اصلا تو خرداد ما تقریبا پر شد، به طوری که دیگه ما شهریور واقعا دیگه 40 نفری که باید مثلا هر کلاس دیگه سختش باید میشد پر شد. و سال بعدش دیگه اصلا به یه جایی رسید که دیگه برای هر ثبت نامی هر کس هر چی دلت میخواد میخواست میتون پول بهت میداد، هر امکاناتی میخواستی میداد، هر جور میخواستی تصویر بگیری در اتفاقی جذب دانش آموز میتونستی انجام بده. یه بار یه ما هم خب سختگیری میکرد و خیلی دوست داشتم بیان با توجه به اثرات مثبتی که در محیط مدرسه گذاشته بود. خیلی از همه جا اصلا طرف تهران باز میخواست بیان تو این مدرسه. بابا خودتون تهران باز به اینجا چی؟ اصلا معدلت هم اصلا نیست، این همه راه و هر روز میخواییم بریم. آقا شما چی کار دارید؟ من میخوام اینجا ثبت نام. دو تا خاطره دارم توی زمین. خب سن منم خیلی زیاد نبود، بالاخره یه جوونی بودم. حالا بعد روزگار در واقع ما رو خیلی مدیر گذاشت بودم، حالا بعد روزگار در واقع نگه نه. خب بالاخره دوستان هستم با سنهای خیلی بیشتر حق اینا رو ما خوردیم در واقع اونجا مدیر شدیم. منظورم این بود عرض کنم حضورتون که یه بار ما جلسه می‌خواستیم بگذاریم اول بر همون شهریور در واقع انجمن معلمین. گفتم آقا این خیلی هم شلوغ بود برای این ثبت نام. گفتم آقا در رو ببند، آقای غلامی بود اسمش، در رو ببند کسی رو نذار بیا تو این جلسه رو بودیم ثبت برگزار کنیم بعد بقیه ماجرا و ثبت نام هرچه هست. یه خانومی پا منم دیدم که این زورش نمیرسه، رفتم و در رو بستم و بعد یه خانومی آقا من میخوام با مدیر صحبت کنم. معلوم بود منو ندیده، نشناخته به تعبیری، یه سن منم اختصاصی میکرد منو نهایت به عنوان مدیر نشست. بعد گفتم که خانم یک ساعت جلسه است، بعد از یک ساعت اشکال نداره صحبت تو چی کاره ای تو این وسط؟ برو کنار بیرو من میخوام با مدیر صحبت کنم. خیلی همچین با توپ پر من در رو باز کرده بود که بفهم بریم با مدیر صحبت کنم.
بعد تو خلاصه همم نشستم میگم معلمی نشستم هم سن بالا تقریبا نسبت به من که طبیعتا رقبی حساب نمیشدم چون نگاه کرد که به کی بگه بودی همه رو صندلی نشست یکم پشت میز در واقع نیست که بگه این که پشت میز نشسته از شما خواهش کردم وایسا بیرون نه مدیر کوپ هست مدیر رو خواست پیدا کنه خلاصه حالا به هر حال رضایت داد و رفت بیرون تا به اون جلسه رو برگزار کردیم یه دانش آموزی اومد تو حساسیت رو بدون من میدونست که من روی معدل دانش آموزی که دور میان حساسم اومد تو میخوام ثبت نام کنم یه بچه کوچولو کوچولو هم بود خیلی چیز نبود بعد گفتم که خب شما ولی تو اول ورد بیار بالاخره امروز با ولی بیار دستش کرد تو جوبش یه کارنامه گذاشت رو میز یعنی ولی من اینه ما نگاه کردیم دیدیم همه نمرات بیست گفتم نه ولی میخوام نه پول میخوام بدیم نه کمکی از تو میخوایم بیا ثبت نامی مدارکم نیاوردی نیاوردی برم یعنی اون دو تا فاکتور برای من مهم بود توی اونجا یکی یا مثلا برای کسی خارج از محدوده مدرسه ماست یا درسش خوب باشه یا پول خوبی بده به مدرسه من بتونم خدمات بدم در واقع به اون مدرسه در چیز آزمایشگاه ها نمیدونم اون کمک هزینه های جنبی برای معلمین حق و تدریسی که انگیزه بیشتری داشته باشن بتونن فعالیت بکنن و کلاس های فوق‌العاده‌ای که در کنار برگزار شد همه ثمرات در واقع پولایی بود که ما میتونستیم به غیر از در واقع پول آموز پرورش مازاد داشته باشیم و انصافا همه کمک میکردن همه اولیا کمک میکردن و خصوص با انجمن اولیا و مربیان خوبی که داشتیم پدر آقای منظری، آقای کلیددارزاده، آقای یکی دیگه هم بود که ریشه آقایی اینها در واقع کسی بودن یه خانوم بود که مادر حمید خلیلی بله اصلا مادرشون هم از انجام بود صافا انجامن خیلی خوبی داشت این وجود انجامن اون ربیان خیلی کمک میکرد به ما در پیش برده کار مدرسه یه فاکتور بود فاکتور معلمین خوب و به خصوص اون مسئول معلمین یا به تعبیری نماینده معلمین خوب که آیه لازمی بود اصلا خب در واقع فضا رو کاملا برای محیط درس و مثلا کلاس و همه چی فراهم بود یعنی در واقع به نظر من برای مدیریت شرطش این است که مقدمات کار فراهم بشه وگرنه شخص مدیر هیچ کاری نمیتونه عوامل رو باید بتونه در واقع طوری کنار هم بچینه تا اونا در هماهنگی با هم بتونن خدمتی رو کنه البته اینو بگم من خودم را همیشه مدیون یه نفر میدونستم این مدیریت اگر مدیریت خوب داشت مدیاش مال خودم بود آقای سعیدی آقای سعیدی رئیس دبیرستان رحمان سی سال زمان سال داشت بسیار بسیار آدم خوب یعنی به همون شکل که با یه دانش آموز صحبت میکرد با طلب یه دانش آموز صحبت میکرد با معلم صحبت میکرد رئیس آموزش پرورش میومد اونجا صحبت میکرد وزیر میومد صحبت میکرد هیچ فرقی براش نداشت این خصلت رو من از اون میخوام جناب دست شما درد کنم محبت کردید که بعد وعصب اون وظیفه‌ای که پشت بودن به عهده بنده نمایندگی معلمی تو دفتر وسنشته بودم و این نمایندگی معلمی سوای اون حق و تدریس و ساعت کار بود یعنی من خانومم با آقای پتو متفکا وعده و شب وجوده خواب بیرون آمده معلمی دیگه بونیه چه کنی چون در هشت شب بسنم جلسه دیدیم یه آقایی از در اومد تو اومد کنار میز مدیر نشسته بود داشت بازی بسایی صورتی رو گفت چیه بود بفردی سلام کرده بود بفردی گفت بنده گاب هستم
در نگاه کنم. در مدرسه؟ آره. این مدرسه هست. آه اختیار داریم. اون وقتی وقتی معلم شما به بچه من میگه اون ساله خب طبعا بعد دعا برم. من تو دوره من دو برده کنم. آیا عزیزی بوده دیم؟ که از من که آقای محمقانی که الحق و الانصاف یکی از دوره هایی که این مفتح گذرونده منحنی های سینوسی گذرونده اینجوری نبوده که یه حالت یه نواقتی داشته رفته بالا و کوبی داشته که منده باز به عنوان نماینده معلمین و اینکه بالاخره یه روزی طوری زبون رو باید بدم آنها تو جلسات منطقه هم که رفتن مطرح کردن مرد باشید بگید ما میخواییم گفت ما میخواییم همه مدرسه هامون مثل مفتح بشه گفتم نه جمله ها رو بعضی کلمه هاش رو عوض کردی شما میخواییم مفتح مثل همه مدرسه و موفقم شدن البته اینم آثارش که حالا یه همچین برجی چارت گرفته 160 من الان با بدترین خاطره دارم میرم خونه از بابت مدرسه ای که توش 30 سال عمرمو گذاشتم اینجا یه معاون منطقه بسیار بی‌لیاقتی که اسمشو نمیگم که ایشون معلمه بسیار بی‌کفایت بی‌سوادی داره هدف پسران سر جامعی معلم فیزیک درجه 6 بود یه جنی اونجا جا شده بود دیگه کار اصلیش هم زمان آوان سیب زمینی کاریه ایشون پاس کرده بود یک هفته که مثلا یه دفعه که اینا ثبت رو نوشتا میکردن انجمن بسیار خوبی هم بود اومده بود گفتش که مثلا یه برادر یهودیمون پول 2000 تومن اون زمان چهارما رو یا 1000 تومن بود چهارما 600 تومن گفت آقا 30 نفر رو من قبول میکنم شما ثبت نام کنید اگه بچه لایقیست این پول 30 دشمن بیاد مثلا بگه دوست بگه غیر مسئول بگه هر چی بخواه بگه بگه تو اینجا چه خبره تو این اتاق اتاق اولی که میبریم تو ساختمون قدیمی اتاق انجمن یا چه خبره اینجا گفتم چی شد؟ فلانی گفت اینجا چی بودم اینجا انجمن داره ثبت نام میکنه گفت یعنی چی ثبت نام میکنه انجمن چرا ثبت نام میکنه گفتم آقا یه مرحله باید از اینجا بگذره بیاد بره امضا شه دیگه گفت اینا پول میگیرن نباید پول میگیرن گفتم آره برو یه جوش نه خونه کی رفتیم دم آبخوریا گفتم بیا سوال ازت دارم گفتم صبح که خونه میای بیرون اگه خرج کنه بزنه ندی تکلیف چیه فکر کن بعدا من میام ازت جوابشون بپرسم مدرسه که لونگ نداره بخره پول گچ نداره بخره تخت پاکور نداره بخره پول آب برقش بیاد 35 تومن شما 30 تومن دارین اجاره میدین اینجا چه رفت تا اینکه با اون قضایا رسید که شما یادتونه تحسن بچه ها توی حیات مدرسه و ایشونو میخواستن عوض کنن و معلم ها تو دفتر متحسن شدن و از این شرایط به وجود اومد که مدرسه آشوب شد بعد سالایی بود اون سالای دهه 60 اوائل دهه 60 مخصوصاً دلسوزانه با مسائل برخورد نشد ما رفتیم منطقه که به شرف عرض اون زمان مدیر منطقه که آقای رشیدی بود مرد بسیار رشید مرد بسیار روحانی بود و مرد موجهی بود رشید بله؟ بله ما رفتیم خدمت ایشون رو اون آقای دفتردارشون مرد از دفترش بود چی بگفت نیستش آجا گفتم خیلی خب پس گفت چی کار داری گفتم بعدا از در منطق از اتاق ایشون که اومدم بیرون تو راه رو من بیام در اتاق معاون باز بود این بعد خدای که صحبتش شد اونجا نشسته بود تا دید من رد شدم گفت آقای نازمی بله خب چی کار داشتی کن چی چه خبر بودی ما چه کنی کنم آقای رشن خب بیا تو بیا تو داشت یه سیب قاچ میکرد سیب میخورد سیب کجا؟ دمو گفتش که بفرمیم چی کار داشتی حالا چی کار داری چی کار داشتن کل بچه من دستم کار ساخت میکنم من بهت قول میدم
شهری از دست ساخته نیست. و یعنی چی گفتم؟ خب یارو معنیش خیلی وسیعه، نمیتونم همش رو بگم. بالا چی گفتم؟ آقا میخوای کاری کنی؟ بالا گفتم یه سوال میپرسم بعد میگم مشکل. مدیر سه روز در هفته ولی کننده و با کفایت خوبه، یا مدیر هفت روز هفته و جمعه ها که هیچ کاری از استفاده نیست؟ گفت همینم چی میخوای بگی؟ ببین آقای ناظمی قانون گفتم. گفتم چی کاری از ساختی؟ قانونه بس در کوزه آبشو بخور. من یه سوال فنی ازت پرسیدم، آقایی که تو قدرت رو بستین عوضش کنین که رئیس منطقه موافقه، این آدم در سه روز بقیهش رو داره میره تحصیل کنه. مزیت آموزش پرورش این است که بتونه تحصیل زنده خدمت کنه. اینا همتون میدونین، ما هم میدونیم، ما هم اینجوری درس خوندیم، دانشگاه رفتیم، ما معلم بودیم، رفتیم دانشگاه عالی، برگشتیم. اگر معلم نبودیم تو شرکت نفت بودیم، به سازمان مسکن بودیم، سازمان زمین شناسی بودیم، نونمون هم تو علیم بود. ولی چون معلم بودیم، رفتیم درس خوندیم، اجباراً باید توی تعهد انجام بدیم زمان اون فرخ رو باشد و قبل از خلاصه. گفت میفهمم چی میگی، ولی قانون گفتم پر تو بمون، به امید قانونه، خداحافظ. یعنی میخوام بگم که آقای مروانی در یک برهه از زمان که شرایط کلن متفاوت بود، الان شرایط بسیار مساعده. حالا اگر یه جایی کارا میلنگه دیگه بسیار مدیریت ها فرق میکنه، همین الان قابل قیاس نیست با زمان آقای مروانی. حتی در محیط مدرسه، یعنی بگذریم از شرایط اداری و انجمن و ثبت نام و غیره و غیره، محیط مدرسه هم مشکل داشت. گرچه بچه ها متحسن شدن که آقا ما این مدیر دوست داریم، نباید بره، معلم هم تو دفتر نشستن، گفتن ما نباید بریم. ما هم که اومدیم تو دفتر مدرسه چهار کلام صحبت کنیم، از اداره اومده بودن، از پرورشی و غیره و غیره، زیدی که حالا این نامه میدونه، گفتن آقای ناظمی شما خوراک برای بی بی سی داری درست میکنی. گفتن بی بی سی چیه؟ وقت مخفف چیه؟ کدوم کنسول بی بی سی اسمش جدول شیمیه؟ کجاست این بی بی سی؟ گفت خبر پراکنی بریتانیا. گفتم برادر من، درست که من میدونم شما داریم برای بی بی سی خوراک دهیم، ما چه خوراک؟ مدیری داره کارش میکنه، معلم هم دارن کارش، مشکلی نداریم. کدوم عقل افنی میاد تو آبان ماه آذر ماه مدیر عوض کنه؟ واسه این سال تموم شه به میمنات یه دونه ابلاغ خوش میده، خب برش برو دار باقره با داریم عرصه رو با هم میریزیم. علایه حالن پایان عرایزم، چون ممکنه دیگه فرصت به من نرسه، ضمن عذر تصدی من به عنوان سهم خودم و جسارتن از طرف این همکارا که صحبت کردیم با هم دیگه، البته خالی و ذهن نیستم، با اینا هم صحبت کردم، این جلسه جلسه نمیدونم اسمشو چی بذارم، از بعد صمیمیت، از بعد انسانی، از بعد معرفت، از بعد شناخت علمی، از بعد شناخت اخلاقی، از هر بعدی که انسانی است، این جلسه بسیار بسیار شکوهمندی است، گرچه در جا بسیار وسعت شکوه داره، گرچه جاش کمه، گرچه بعضی ها نبودن. من فکر میکنم اونهایی که نبودند فی الواقع متضرر شدن، از نظر ما میدیدیمشون، چون همونطوری که قاب عکسایی که نشون دادید اکثرشون رفتن، این شطور در خونه ما آمده که بخوابه و دیر یا زود میخوابه، بس هم نداره. ما یه تعدادی از اینکه نشستیم الان قلب باز عمل کردیم، من صدای جعبه قرص من، صدای جعبه قرصه که حالا نویسی هم داریم، تو باید درستم دوتا سون چهارت بیشتر دیم، اما شیش هفته است. علایه حالن حقه، اما وقتی آقای منوری زحمت کشیدن که از شایسته ترین بچه هاییست که من میشناسم و من یکی از مریدان پدریشون هستم، وقتی این خبر داد تعمل نکرد، اصلا تعمل نکرد. و شما فکر کنم تا
تنها دوره ای هست این که این کارو اقدام کردید. و روز میخوام آقای نازنین، اصلا کار شخص من نبود، یه تعدادی از دوستان اینجا هستن. من فقط نگفتم، حالا بعد بعدن خواهم میگم به نمایندگی من دعوت کردم، موارد دیگر تماس گرفتن. من گفتم ناحیه از ناحیه شما به من خبر داده شد، منم با ایشون اینم ایشون به من خبر داد و من اقبال کردم، گفتم بسیار بسیار خوبه، ای کاش که این کار رو ما بکنیم. البته قبل از شما این کار رو کردم، ولی نه به این زیبایی، ولی نه به این قشنگی. بله. من همینجا فقط یه دسته از شما اگه صحبتتون حرف نه الان تمومش می‌کنم اگر اجازه بفرمایید. من به سهم خودم از طرف همکارام خیلی تشکر می‌کنم. هممون یه جورایی گرفتاری داریم. گرفتاری تموم نمیشه. اگر یه جا کنسلش کنیم بگه آقا ببین خداحافظ من الان میام. تموم نمیشه. اونایی که متأهلن مضاعف بر این قضیه. یعنی خیلی گرفتاریشون بیشتره. یا هفته ساله با یارو زنم زندگی کردیم بس شده دیگه کجا میری؟ میرم قبل با آقا با بگیرم بیا آن داری دیگه به من یه زمانی بود که چی بود سوار کردیم؟ چی بود پیاده شدن ماشین؟ این زنه مدیر مرسیدی با چی سوار ماشین رو از زمان ارزاد آرخان بوده این سوار حالا بگیم که چهار تا دارن چیکار کنن؟ حالا اسمه ای برم خدا بهشون صبر بده این فاسه هر حال من تشکر میکنم این تشکر رو کاملا صمیمانه و قلبیه. امیدوارم خودتون دیگه حالا بذارید این پرانتز به توان این که من تشکر میکنم. لطف داری جمعی نبا یه خاطره جان دارم میخواشم. من خاطراتی زیادی دارم ولی یادم نمیمونه که لحظه ایه. یه دو دسته که یادت نیست میگه آقای مقامانی از طرف همه خاطره دارم. یه دو دسته که یادت نیست میگه یه لحظه نمتی یادت نیست یادت نیست یه دو دسته یادت نیست یادم نمیمونه. نه اونو ندوست کنم اخوان های جمع و دیبه من زنگ زدن گفتم یه جا دیگه انجمن سمینانیا بودم راستم یه ده دقیقه بیست دقیقه نشستم اومدم گفتم حتما دلم میخواد بیام اینجا ببینم شما خیلی خیلی اشوی یه خاطره از من بگیم هیچ توجه کردید آقای قهرمانی از آقای ممقانی بیشتر ارزای انجامن و بقیه رو بگیم رئیس منطقه و جوزی شورشی ها کجا رفته بود؟ شما برایشون شماره خاطره آقای اشوی یه خاطره بیشتر از شما آقای طالب نیام منطقه هایشون آروم از سخن نمیگرد ولی شما در واقع ولی آب زیر کاره ولی آقای طالب نیام و آقای باقری تا اونی که من یادم میاد خیلی در حد خودشون زحمت میکشیدن واقعیت اینه ما کنار گود بودیم بیرون بودیم تلاش میکردن اون زمان میطلبید که هر کسی که فکر میکنه کار درسته تلاش کنه و این را تلاش خیلی میکرده زحمت میکشه واقعا الان خودش نیست میتونم بگم حالا بعضی بچه ها نسبت به انجمن اسلامی حساس هم همین دوستای خود من هم کلاسی ها چون من همه رو دوست دارم فرق نداشتیم توی وایبر من این رو در بعد ندید که من میبینم و از این انجمنی ها سینه که آدم نیستم ولی حالا هم کلاسی میره گفتم با دیگه الان پینکیو هم آدم شده با انجمنی هم اینجوری نبودیم ولی میخوام بگم توی جمهوری اسلامی اگه یه نفر باشه صادقانه من اینو با آقای خاتمی گفتم واقعا یه انگیزه ای داشت من تو انجمن اسلامی و اصلا برای انقلاب ایشون تک پسر حالا چون نیست بگم اینجا خانواده بود پدر متمکن شاید ما اندازه پدر آقای باقری تو مدرسه اون وضع پولدار و اینا نداشتیم آقای مماغانی میدونم وقت رفت چپه اومده بود خیر آقای مماغانی گفته من بچه یه دونه پسرم دادم درس بخونه جلو گله هست بلان ایشونم گفت خودش رفته و ما کاری نداریم من بگم آقای باقری بعضی بچه ها واقعا یه انگیزه ای داشتن حالا اینه که
یه کدورتایی بین بچه‌های انجمن یا بقیه بود، من که به خدا حالا سازمان ملل بودم، انجمنی هم گفتن تو چرا با همه بچه‌ها رفیقی، نباید ما با اونا حرف بزنیم، گفتم این حرفا نیست. حالا آقای فرید تو استادم دیگه الان داره خودش از کارگردانه به نام کشور فیلم رو میسازه، راجع به همین چیزهای موزلات اجتماعی هم ساخته. الان حالا میفهمیم که ماها چه اشتباهاتی کردیم، دوستانم اگه همه با هم یکی بودیم بهتر میشد. ما به سهم خودمون، حالا اگه کسی هم از اسم انجمن یا بچه انجمن آزار میده، من از طرف همه دوستان از اونا معذرت میخوام. ما با هم همه هم کلاس بودیم و بچه هم بیاد. من الان آقای منوری خداوکیلی مثل برادرم دوست دارم، چون اینه که حالا الان آقای نماغانی به شوخی میگه قهرمانی تو دفتر بود همیشه، خب بالاخره انجمن همه رفیقان بودن دیگه، مادر حمید که ما خونه زاد بودیم، داوود آقای همسایه ما بودیم، یه طوری بود دیگه، تابلو بودیم دیگه، دست خودمون هم نبود. ولی به سهم خودم، من از بچه‌هایی که از انجمن آزاریدن معذرت خواهیم کنیم. من خاطره مهمی ندارم، والا یادم نیست، فقط دخترم مسئول اتاق عمل بیمارستان بود، بعد میگفت یکی از پزشکا بابا شما رو میشناخت، میگه ای تو خانمش بودید، بابات معلم بود، آره آره خوارزمی، گفت یه خاطره ای دارم ازش. ما تو سال دوم ریاضی 72 تا شاگرد تحویل داده بود به ما آقای ممقانی، ما واقعا از اینا میپرسیدیم دیگه، من گفتم چطور به همه برسه، به اینا شماره گذاشتم از 1 تا 72. بعد این دکتر بهش گفت تا بابات می اومد تو شماره من 14 بود، داد میزه 14 بیاد بیاد پای دست. این فقط خاطره این در قفاری هم قرار بود امروز در جمع ما حضور داشته باشه، اما به خاطر کسالت خواهرشون ترک بود. متنی رو فرستادم، من با اجازهتون میخونم. با سلام و تشکر، با کمال تأسف از فیض زیارت دوستان و عزیزان برای برنامه روز جمعه محرومم. ان شاءالله در جلسات بعد این توفیق برای حاصل گردد. لطف فرمایید و مرا از دیدن عکس‌های این جشن باشکوه و معرفی دوستان بی بهره نگذارید. به فرد فرزندان عزیزم و همکاران و دوستان گرامی سلام را ابلاغ بفرمایید. متشکرم. محمود قفاری. یه مهدی من البته از طرف دوستان به نمایندگی از دوستان من عرض میکنم خدمت جسارتا. یه مهدی از حالا برای بزرگ داشته در واقع این روز تعیین شده خدمتون عرض میکنم. شهریور ماه 1364 خورشیدی، چه ساده لوحانه می انگاشتیم با ورود به دانشگاه، دیگر با گذشته سر و کاری نخواهیم داشت. غافل از این که گر بگویم که مرا با تو سر و کاری نیست، در و دیوار گواهی به دهت کاری هست. به قول فردوسی پاک نهاد، میباید سال سی را با رنج و مشقت پشت سر می نهادیم تا به شهادت در و دیوار دبیرستان عزیزمان دلتنگی خود را به اساتید و همکلاسی های ما ابراز می کردیم. معلم مهربانم، هم شاگردی های عزیزم، حال که روزگار دست سپید تطاول خود را بر سر این محصلان کشیده، باور مکن گذران روزگار سپری شده این دانش آموزان قدیمی لحظه ای فارغ از یاد شما طی شده باشد. در این سال سی چه با افتخار دبیرستان پیرمان را به رخ می کشیدیم، به دبیران خبره خود مباهات می کردیم و چه متکبرانه از سطح علمی همشاگردی های خود سخن می راندیم. بدون شک امروز سرآغازی خواهد بود برای پاسداشت زحمات مدیران و دبیران و سربلندی دیگر بار دبیرستان پرشکوه خوارزمی. شایسته است یادی بکنیم از بنیانگذار گروه فرهنگی خوارزمی مرحوم پرویز شهریاری و نیز دبیرانی که دیگر در میان ما نیستند. چند بیتی از شهریار شیرین سخن پیشکش می‌کنیم نثار قدوم مبارک همیشه جاودانتان. می توان در سایه آموختن گنج عشق جاودان اندوختن، اول از استاد یاد آموختی، از سویدای سواد آموختی، از پدر گر قالب تن یافتیم، از معلم جان روشن یافتیم.
آقای بهروز خیلی زحمت کشیدن، هم میزبانی کردن، هم خطاطی کردن. یک کادوی از طرف دوستان تهیه شده، تقدیم ایشون میشه. من فقط یه توضیح بدم جمعی که به وجود اومد، بانی جمع که آقای فرزین جوادی بودن، جناب آقای محمودی، از فعالان این گروه که الان همش پشت این تصویر قرار داره، محمد دانایی. واقعا کوچیک شما هست، خواهش میکنم، خود رامین جان، همه کوچیک هم هست. دادیم خدمتون حضور قیام کردیم، همه تو فضای مجازی هستن، حالا حتی اونایی که تورنتو هستن، ونکوور، دبی، یعنی بله بله خب سبا رو اضافه بکنید به اون بچه‌هایی که با شما اون حرف رو تعدیتی که بعضی هم بزنیم آقای احمد بقایی چشم سعی میکنیم یه گروهی تشکیل بدیم که معذب رو اساتید اساتید که پایینه نداره که Thank you.
شدم به سلامتی و میمنت خاموش نشده. ترزین جوادی کوشش مهندسی الکترونیک هم سال اول قبول شدم، الان هم توی شرکت به پرداخت ملت در زمینه پرداخت الکترونیک. بچه دوم دارم دختر و پسر 13 سالشون. سیری دانشگاه رو پزشکی ایران و حدیث کمان بحثی خودم در حال حاضرم مدیر داخلی دارستان فتکشیدی پاس هستیم. بچه دو تا دارم، دخترم کلاس دوم نظریه، پسرم کلاس ششم در هستیم. آشیش خجایتین رسان، کارشناس علوم آزمایشگاهی هستم. دانشگاه اصفهان مقطع فوق دیپلم لیسانس دانشگاه ایران. بله، مقطع فوق دیپلم توی دانشگاه تهران گرفتم. کارمند دانشگاه ایران هستم. کارمند دانشگاه ایران بیمارستان فیروزآباد. دوباره توی 5 سال سابقه دارم. بله. 3 فرزند دارم. سال 72 روش. ماشاءالله. از چند تا زن؟ از اینجا تو پرچی بیاری به ما برسید. چون خودم خانواده پرجمعیت بودیم، من فرزند هشتم بودم. هشت میخوای بریم؟ هشتم بودم به ستار سوکر. بله دومیشم کمی دبیرستان پردازمی. این عقب مونده گیدم به خاطر تحریم ها. یه سرم محفوظ به هریا بود در محفلش مخطر رو با سه باید که دو سال سوال من نعمتی هستم، رحیم نعمتی. من موقعی که فارغ التحصیل شدم فوق دیپلم کاربرد کامپیوتر قبول شدم، ناپیوسته تا لیسانس خوندم، بعد دوباره منطقه یک شرکت کردم، کنکور رتبه ام 800 شد و رفتم پلی‌تکنیک لیسانس متالورژی اونجا گرفتم، بعد فوق لیسانس مدیریت اجرایی رو گرفتم. الان هم شرکت هایی که هستم یا مدیرم یا مشاورم، بالاخره اینجوری با یه از یه راه هایی فنون در میاریم. یه بچه کوچولو خوشگلم دارم که سشم رو نیکاست، این هم عکسش دارم. کامران درکی، رشته مهندسی برق کامپیوتر گرایش سخت افزار دانشگاه شیراز درس خوندم، بعد دو تا بچه دارم، پسرم 14 سالشه، دخترم 2 سالشه. دیگه چی باید بگم؟ من الان شرکت خدمات انفورماتیک وابسته بانک مرکزی، همین سیستم‌های شتاب و شاپرک و این چیزایی که شما کار می‌کنید در زمینه پی‌کی‌آی رمز تراکنش‌های برق الکترونیک. من سابقه دارم، مهندسی نرم افزار خوندم، الان هم آی تی اطلس خودرو دارم. اطلس خودرو آی تی اطلس هیوندا، نماینده هیوندا هست؟ من ازدواج نکردم. میگن از برم اینجا من یه رفت را کنم، چون مجلس مرتر خوشحالی است. سال 1345 که من ازدواج کردم یه باجنابی داشتم، خدا رحمت کنه، خدا رحمت کنه، ناظمی تو چند تا بچه داره، یعنی که زمان ما اینجوری بود، گروپ تو طبقانه بشیدن که یکی کمه، دوتا قمه، ستا که شد خاطر جمعه. ما چون در راستای خاطر جمعی عدی کرد میکردیم بهش امید پنجتن پنجتن بعد گفتش که گفتم شهار کن تو ببین جانم همین امروز شروع بودم. چرا؟ تو بگی بچه باید بگی جون آقا جونم نگه بر بابا که بابا بعد
من مهداد فرید طالب نیا اول رشته روانشناسی خوندم تا لیسانس، بعد در ادامهش علوم ارتباطات اجتماعی خوندم تا فوق لیسانس. بعد توی این 30 سال هم تقریبا همه تجربه های فرهنگی رو دارم، از ناشر بودن و روزنامه نگاری و سردبیری و بعد حتی معلمی، البته اوایل تدریس کردم اینها، که بعد در انتها رسیدیم به کارگردانی فیلم و سینما و تهیه کنندگی و نویسندگی. الان مشغول فیلمسازی برای سینما هست، فیلمامون رو تو سینما ها اکران میکنیم، میسازیم و اکران میکنیم. پس من باید شاگردی کنم؟ فیلمایی که ساختیم آخریش سال 92 اکران شد به اسم بیتابی بیتا، قبل از اون زنها شگفت‌انگیزن، قبل از اون از ما بهترون، قبل از اون همخانه، قبل از اون آرامش در میان مردگان و قبل از اون هم دیگه کارهای مستند اجتماعی ساختیم. و بعد تو دهه 70 روزنامه نگاری میکردیم، بیشتر شاید روزنامه سلام رو یادتون باشه که توقیف شد. بعد یه مدتی هم سردبیری مجلات تخصصی سینما رو داشتم. کاری که کردم تو زمین مطبوعات که خوردم موندگار شده، مجله فیلم نگار رو اگر دیده باشین رو دکه ها، تقریبا اولین و تنها ماهنامه تخصصی فیلم نامه نویسیست که توی تاریخ سینما تقریبا همین یه دونه بوده که تخصصی توی فیلم نامه نویسی کار کردم و هنوزم داره منتشر میشه، منطقه من دیگه ازش جدا شدم و آمدم به سمت ساختن فیلم های احسن جمهورمندی چه فرمون هنرمند به هر کجا که رود قدر بیند و بر صدر اون شما برای دو تا بچه دارم، دختر و پسر، 21 ساله و 20 ساله پشت سر هم هستن. من محمد دانایی هستم، سال همون اولین سال در قطار تحصیلی 64 دانشگاه شریف متالورژی قبول شدیم، بعدش هم بلافاصله حالا مشغول کار شدیم، معاف سربازی شدم و از همون اولم بحث صنعت خودرو و قطعات خودرو بودم. الان هم میشه گفت توی یه مجموعه از سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت رنو فرانسه هست، اتوشاسی پاس شاسی هایی در حقیقت خودرو 90 میزنیم. اینجا در حقیقت قائم مقام مدیر عامل مدیر منابع انسانی هست، در خدمتتون هستیم. یه بچه هم یه فرزند داره، خدا بهمون کسرا 12 سالشه دیگه، انشاءالله با همین میریم جلو داریم. فرزاد محمودی هستم، شیمی خوندم، لیسانس، فوق لیسانس مدیریت تجرایی دارم، یه شرکت تجهیزات آزمایشگاهی دارم، واردات تجهیزات ماشین دارم، یه پسر دارم به نام سپه، 15 سالشه. فرق نمیکنه هر کدوم. البته من پویان هستم، رضا پویان. من فارغ التحصیل سال 68 خوارزمی هستم. جناب ناظم میتونم که حالا سعادتی شد تو جمع بزرگان حضور داشته باشیم، یه جورای خودمون رو معرفی کنیم. سعادتی بود، افتخاری بود. عرض حضورتون که من بر حسب در واقع علاقه‌مندی که جناب ناظمی تو من ایجاد کردن، من زمین‌شناسی خوندم، لیسانس زمین‌شناسی دارم. وقتی که 10 سال کارشناس سازمان گسترش نوسازی صنایع کشور بودم، توی پروژه نفت گاز پتروشیمی فعالیت داشتیم. حالا ما توی بخش خصوصی داریم انجام وظیفه می‌کنیم. عرض خدمتتون که یه پسرم دارم. با پسر. کارشناس بیهوشی خوندم که سالهایی تو جره قلب، از تقریبا جره قلبی را افتاد، ما با عنوان کارشناس بیهوشی اونجا را انداختیم. خودم یه 12-13 سال یه شرکتی دارم، کار تجهیزات پزشکی، لوازم پزشکی وارد میکنم. یه 5 سالی از یه شرکت نفتی داریم که کار نفت و گاز انجام میده، برای دولت نفت و گاز و کار فلنج و لوله انجام میدیم. یه کارخونه در احداث هم داریم که کارخونه آب معدنیه که تا 5-6 ماه دیگه بهره برداری میرسه. یه دختر دارم 12 سالشه، پسر دارم 6 سالشه. ماشاءالله.
بهمن فرخزاده هستم، مهندس مکانیک طراحی جامدات خوندم. الان توی شرکتی که توی واردات موتور گیربکس آسانسور قسمت فروشش هستم. یه دختر دارم دوم نظریه، یه پسرم دارم کلاس سوم دبستانه. دکتر من علیرضا رفتاری هستم، مجددا خوشبختم از زیارت همتون. پزشکی خوندم و توی بیمارستانهای دانشگاه پزشکی ایران خدمت میکنم، استخدام اونجا هستم. در کنار اون شرکت واردات لیزر و لوازم در واقع بادی شیپینگ دارم و یک شرکتی هم از که عنوان کارشناس آرندی اونجا در واقع دارم فعالیت میکنم. یه پسر کوچولو هم دارم. کروبه هستم. من سال 64-65 که فارغ التحصیل شدم از دبیرستان خوارزمی، جذب بازار کار و سرمایه شدم. حدود 27-8 سال هست که سابقه کار تو کار تجهیزات آزمایشگاهی صنایع غذایی دارویی دارم. یه دفتر کوچولو داریم ما که یه بخش آزمایشگاه کالیبراسیون هستش و یه بخش دیگه‌اش هم که کار تجهیز آزمایشگاه صنایع غذایی دارویی هستش. دخترم 22 سالشه، پسرم هم 17 سالش هستش. از یکی البته از یکی از خانم ها کلن فعالم. محمدرضا دفاع از خانم خدمتتون، کارشناس عمران دانشگاه حسین، شرکت نیکوپردازان گلشهر رو تأسیس کردم. کارمون واردات دستگاه های چاپ و ارزم به حضورتون نشر این هم هست. یه دختر دارم، امسال شد مهندس شهرسازی و همون یه دونه دختر رو هم دارم. ماشاءالله. بفهم. حمید رضا مهرابی هستم، کارشناسی عمران من پلی‌تکنیک قبول شدم. البته سال دو سال اول پس که دنبال این پینگ پونگ و ورزش‌های جانبی بودیم، رفتیم با حمید تراپور و بقیه بچه‌ها به هر حال، و سال دوم قبول شدم. عرضم به حضور شما که در من شکم از مشاور یکم کار میکنم که پروژه های سدسازی و شبکه های خطوط انتقال آب و شبکه های آبی زهکشی رو داره. یه دختر یه پسر دارم، 17 ساله و 13 ساله. الان مهمترین پروژه که الان شرکت یکم داره و خب منم اونجا حسن آقا مقام مدیر طرحشیم، خط انتقال آب از خلیج فارس به سمت صنایع جنوب شرق کشور است. چادر ملو و گلگهر و صنایع مصر شرکتی رو تشکیل دادن که اینا میخوان آب برای خودشون منتقل کنن به اون طرف. آب خلیج فارس رو شیرین سازی بکنن بعد منتقل کنن. یه پروژه خیلی بزرگه، بیش از 5000 میلیارد تومان پیش بینی میکنه که حالا یه قطعش به اجرا رفت. بخشش آب شور و اصلا مجوز که اینا گرفتن، یه بخشش رو باید شور بدن مثلا به بندرعباس، یزد، کرمان، اینجا رو باید بدن که بتونن برای صنایع خودشون استفاده بکنن. یعنی ترکیبیه، با این ترتیب مجوز گرفتن. حمید رضا آقابایی هستم، البته پسوند تفرشی هم داره. بیشتر اساتید سر کلاس به اسم تفرشی یاد میکردم. من مهندسی منابع طبیعی از دانشگاه تهران گرفتم، گرایش آبخیزداری. 13 سال به شکل پارت‌تایم با جهاد همکاری میکردم توی پروژه چکدم سد لار. منتها چون متعهد به آموزش پرورش بودم، الان حدود 27 سال خدمت تو آموزش پرورش دارم. 5 سال مدیر هنرستان بودم، هنرستان ولیعصر خیابان آذربایجان، جنب درمانگاه فرمانروایی. بعد مابقی خدمتم هم معاون بودم که الانم
معاون فنی هنرستان رسالت چهار طالقانی هستم که مشاهای برق و الکترونیک و کامپیوتر داره و تنها شاید حسنی که داشت بود که محل تحصیلم، محل سکونتم و محل کارم تو منطقه 11 بود. یعنی حدود 23 سال من شاغب آموزش پرورش منطقه 11 بودم که بخششم که تو قسمت سکونت و تحصیل اون بود و حدود 4 سال هستش که انتقال پیدا کردم به منطقه 6 و حالا اگه میگم راضی نیستم از شغلم، چون حالا شاید شغل دبیری یا معلمی یا حالا آموزش پرورش از همه لحاظ خوب باشه، این خاطرات باقی بمونه برای انسان، ولی از خیلی لحاظ احساس بکنم که نسبت به دوستانم که سال 64 خیلی از دوستان خودم که الان پزشک هستن من در همون حد و حدودا بودم، ولی به خاطر یه سری اتفاقات و یه سری کمکاری ها یا انتخاب رشته های نابجایی که خودم انجام دادم باعث شد که حالا تو آموزش پرورش حتی از آیا آزاد چند ساله که ما در خدمت آیا آزاد این زمینه ای که استاد بنده بودن باید تو هنرستان رساله تو حوزه تحصیل بعد از خلاصه ما گیر میکنیم و تحصیل اوراق میشه زنگ میزنم خدمت آیا آزاد و ایشون تشریف میارم برای تحصیل اوراق. خوشحال هستم که به حال تونستیم باز اساتید قدیمی ببینم. من خاطرات خیلی خوبی از آقای عزیزی، آقای نبوی، از همه عزیزان هیچ وقت خاطراتشون فراموش نمیکنم. در حال حاضرم که 27 سال خدمت هستم، دو تا فرزند دارم، پسر بزرگم سال سوم مکانیک علم و صنعت میخونه و پسر کوچیکم هم سال دوم رشته ریاضی هستش. مسئول خودکار هستم، از دانشگاه صنعتی اصفهان رشته مهندسی اکتشاف معدن خوندم، ولی کاری که الان میکنم به رشتم ارتباطی نداره و ممید مالیاتی هستم. رشتم کلا سرباریدن. فکر میکنین کی سر میباره؟ خواهش میکنم که واقعا نه مالیات داره ای نه اینو جدا میگم، واقعا وقتی مثلا سرود ایران رو میخوندید من خیلی اصلا چیز شده، واقعا من تا اونجایی که بتونم سعی میکنم از اون مالیات کمتر بدم. متأهلم شما کم میگیریم متأهلم نه میگم من سعیمو میکنم دیگه، متأهلم و یه دونه بچه 7 ساله دارم. بعدی از زرمانی هستم، لیسانس حسابداری تو شهرداری هم کنم. دو تا آقای از این، دو تا دکتر. نامین منوری هستم، مهندس برق الکترونیک ولی تدریس ریاضیات میکنم. 30 ساله، دو تا بچه دارم، هر دوام دانشجوه. بچه یک سالش دو گلو، یه دختر یه پسر. ماشاءالله. دیگه نگیم بیا همه کار کرده کاری که نکردی رو بکنم، کاری نبوده نکرده. از قرآن قهرمانی هستم، مخلص همه کارشناس بیمه هم، دفتر بیمه دارم، دو تام زایمان داشتم، هر دو پسر، سال سه جنتیک دوبونیشم میرم سال سی افامو درشم. ماشاءالله. I'm so
شکر نازی راز برکان بلبل پر بست زکنج قفص در نغمه آزادی نوع بشر سرام و از نفسی عرصه این خاک تو درام پر شرر کن شام تاریک ما را سحر کن نوبهار است گل به بار است چشمم جال بار است این قفص چون دلم تنگ و تار است شال فکر در قفص ای آه آتشی دست طبیعت گل عمر مرام چین جانب عاشق نگه ای تازه گل از این بیشتر کن بیشتر کن بیشتر کن مرد بی دل شرح مختصر مختصر کن شرح اجرام مختصر مختصر کن